در سالی که در پیش است مشغله اصلی پرزیدنت ترامپ انتخاب مجدد است و مشغله اصلی آیت الله خامنه ای بقای نظام است حاصل جمع این دو گزاره به چه ممکن است بیانجامد؟ سلام سال میلادی جاری سال پایانی دوره ریاست جمهوری ترامپ در کاخ سفید با ترور قاسم سلیمانی به دستور او و با حمله ایران به پایگاه آمریکا شروع شد و به رد و بدل شدن پیام های انجامید که ریشه های تاریخی این خصومت را زنده می کردند از کودتای 28 مرداد تا گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی آیا ورق خوردن صفحات این تاریخ خصومت نشان می دهد به خانه اول در این دشمنی بازگشته ایم و عوامل عمیق روانی مانع از هر گونه گشایش و خروج از بنبست کنونی است؟ ولی آیا سیاست نجنگ نمذاکره از جانب آیت الله خامنه ای و سیاست نجنگ نلغو نه تحریم از جانب پرزیدنت ترامپ سیاست هایی پایدارند؟ آیا سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ با توجه به اهمیت ایران در کارنامهش تغییری در ارتباط با سیاست او در قبال ایران در پی نخواهد داشت در سوی دیگر اینکه پرزیدنت ترامپ برای دور دوم به کاخ سفید راه یابد یا نه چنان اهمیتی برای ایران دارد که بعید می نماید آیت الله خامنه ای به سناریوهای پیش رو و نوع مواجهه با آنها فکر نکرده باشد سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ برای ایران به چه معناست؟ این پرسشی است که با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. افشین شاهی استاد روابط بین در دانشگاه برادفورد بریتانیا چندان به امکان گشایشی در سالی که در پیش است خوشبین نیست. اما دامون گلریز پژوهشگر مؤسسه امنیت و صلح بین و در دانشگاه لاهه نظری متفاوت دارد از او خواهیم پرسید چرا ولی شما آقای شاهی ابتدا ما بگید چرا چندان امیدوار نیستید که استراری بودن مسئله برای هر دو رهبر اونها رو به این نتیجه برسونه که اگر بخوان امتیازی بگیرن شرایط پیش از انتخابات ها آمریکا بهترین زمانه آقای کرمی من در مقام پیشگویی نمیتونم باشم چون در واقع متغیرهای متعددی در مناسبات ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داره که هر لحظه میتونن تغییر بکنن و شرایط رو به شکل واقعی کلمش تغییر بدن اما عدم خوشبینی من ناشی از یک مسائل بسیار مهم ساختاری هست که من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و به اختصار برای شما شهر بدم ببینید محوریت زدیت با ایالات متحده عملا در چل سال گذشته هیچ تغییری نکرده اما این عدم تغییر این مسئله محوری سیاست خارجی به مفهوم این نیست که جمهوری اسلامی هم تغییری نکرده در چل سال گذشته علا ثابت بودن این مسئله محوری جمهوری اسلامی دائما در حال گذار و تحول بوده به گمان من اون دی ان ای که جمهوری اسلامی رو تشکیل میده امروز متشکل شده از یک چیزی که در علوم سیاسی به اون میگن کرونی کپیتالیزم سرمایه داری خودمانی ان گرسن استیت حکومت پادگانی این تغییر ماهیتی که به وجود اومده این تغییر کیفی که به وجود اومده در جمهوری اسلامی گروه های زینف اقتصادی و امنیتی رو به وجود آورده که به شکلی منفعتشون در این هست که این خصومت و این در واقع تقابل با ایالات متحده ادامه پیدا بکنه در چل سال گذشته دائما از ایدولوژی استفاده شده یا عامل ایدولوژی استفاده شده برای تحلیل و تفسیر سیاست های خارجی جمهوری اسلامی این چه ایدولوژی هست که ما عملا از زمان ریاست جمهوری دولت آقای خاتمی تا به امروز عملا تمام رئیس جمهورها چه اصلاح طلب چه اصولگرا چه میانه رو به دنبال عادیسازی روابط با ایالات متحده بوده اما عملا به بمبست برخورد کرده علاوه این که من فکر کنم ایدئولوژی هنوز مسئله مهمی است و نقش آقای علی خامنه ای و ایدئولوژی و اون حوزه جهانبینی که دارن خصوصا در قبال ایالات متحده فاکتور بسیار مهمی است اما عناصر ساختاری و اقتصادی دیگه هم وجود داره که من فکر می کنم به, انداز... به اندازه کافی به اونها پرداخته نشده و این ساختار، این عناصر ساختاری به قول شما مانع میشن که در یک سالی که در پیش داریم تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری تغییری در وضعیت بگیره بله چون که مثلا اگر که ما روی کرده این کارتل اقتصادی امنیتی رو در چهار سال پنج سال گذشته ببینیم یعنی زمانی که هنوز امضای برجام خشک نشده بود این کارتل اقتصادی امنیتی عملا به دنبال هر فرصتی بود برای در واقع مزمحل کردن یا حداقل ضعیف کردن این قرار داد از این مسائل ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره به گمان من یک سری مشکلات ساختاری هم در ایالات متحده وجود داره به نظر من در گذشته تمرکز بیشتر روی در واقع روی کرده جمهوری اسلامی در قبال ایالات بود. متحده بوده اما خب یک سری چالش هم درون آمریکا وجود داره که عادی سازی رو به گمان من یک مقدار دشوار میکنه همین چالش ها چی هستند ببینید همینطور که جمهوری اسلامی یعنی حداقل برای بعضی از عناصر جمهوری اسلامی تخاصم با ایالات متحده فارغ از اینکه یک چالش باشه یک فرصت اقتصادی هم بوده در ایالات متحده هم حداقل برای بعضی از ارگانهای قدرت یا نزدیک به قدرت پدیده جمهوری اسلامی تهدید جمهوری اسلامی ترس از جمهوری اسلامی فارغ از اینکه یک چالش باشه یک فرصت بسیار مهمه اقتصادی هم هست حالا من در طول برنامه میتونم در موقع در واقع به داده های آماری که وجود داره اشاره بکنم مثلا بین سال 2009 تا 2013 صادرات صنایع دفاعی ایالات متحده به خاورمیانه تقریبا 90 درصد افزایش پیدا کرده حداقل 20 درصد از این صادرات مستقیما به عربستان سعودی میره در همین سه هفته گذشته بعد از قتل آقای سلیمانی که نگاه ها عملا متمرکز شده بود به واکنش های دولت مردان در واشنگتن و تهران خیلی ها قافل بودند که در واقع سهام شرکت های بسیار بزرگ صنایع دفاعی در ایالات متحده به شکل چشمگیری در حال افزایش بود البته من این رو نمیخوام در واقع تقلیل بدم به یک تئوری توطعه که عملا کسانی در راهروهای قدرت در ایالات متحده هستند که به دنبال تشدید تشنج هستند اون مسئله رو که میخوام ارائه بدم این هستش که در واقع نیروهای وجود داره نیروها کارترهای اقتصادی و امنیتی وجود داره که... در هر دو طرف که به شکلی دارن از استمرار این تخاصم از استمرار این وضعیت بهره میبرند و نفوذ سیاسی اینها هم در فرایند تصمیم و در فرایند در واقع شکل دادن سیاست خارجی بسیار مؤثر هست با این توصیفی که آقای کردن شما مخالفید یا نتیجه گیری هایی که از اون گرفتن چرا من خیلی خوشبین هستم به خاطر اینی که اتفاقی که در ایران افتاد این که مردم ایران از دهی 96 به یک بیداری رسیدن از نظر آگاهی و در حال حاضر ما با موازنه آگاهی مردم از یک طرف و سرکوب و ترس جمهوری اسلامی از طرف دیگه مواجه هستیم در این موازنه هر بار این سرکوب باید موفق بشه ولی آگاهی مردم کافیه که یک بار به کامیابی برسه برای اینکه بتونه تغییرات اساسی رو رقم بزنه و اتفاقا هر نوع آینده در موازنه بین ایران، آمریکا یا غرب وقتی پایدار میمونه که از دل خواسته مردم بیاد و نه فقط از جمهوری اسلامی این یک موضوع موضوع بعدی اینه که و من میبینم که این در حال رشد و این به من خوشبینی میده موضوع بعدی اینه که هر دو طرف مناقشه یعنی جمهوری اسلامی و دولت ترامپ راهبردی رو در نظر دارند که یکی یعنی جمهوری اسلامی راهبردشون اقدام استراتژیکه و راهبرد دولت ترامپ در حال حاضر صبر استراتژیک هر دوی اینها دارن در یک صحنه بازی میکنن که این صحنه هدفش در یک سال آینده تا بعد از انتخابات آمریکا ساختن امتیاز امتیاز سازی دولت ترامپ با فشارهای دیپلماتیک نزدیکتر کردن غربی ها به خودش با حمایت از حمایت لفظی از مردم ایران در مناقشات خودشون با جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی با استفاده از امکاناتی که داره در حدود برجام از تهدید به خروج از برجام خروج از NPT استفاده از امکاناتی که به وجود میاد مثل ساقط کردن پهباد آمریکایی واکنشی که با آمریکا نشون دادن بعد از کشتن ژنرال جنرال سلیمانی همه اینها نشون دهنده اینه که این امتیاز سازی داره شکل میگیره که هر دو به اونجایی برسن که مدل تغییر هست و مدل تغییر در آمریکا توسط دولت ترامپ طبق گذشته مدل حل اختلاف آقای ترامپ مدل ورشکسته کردن شرکت هایی هست که ایشون در قدیم انجام میدادن یعنی فشار رو انقدر بالا ببرن که بعد وارد مذاکره و یک نوع دیل یا توافق بشن جمهوری اسلامی هم در این 40 سال نشون داده که زیر فشار در نهایت در دقیقه 90 وارد گفتگوهای سازنده میشه و این ولی دو تا اون موقع تلاش خواهد کرد امتیاز سازی بله تا اون موقع تلاش کرد برای امتیاز سازی اه... پایدارتر اینه که مردم ایران ساختار رو به صورت رادیکالتر بتونن تغییر بدن از حمایت‌های امریکا نه دخالت‌ها استفاده بکنن و در نهایت میدونید موضوع به جایی میرسه که فرکانس فرکانس گفتگوهای پنهان آشکار آمریکا و تهران واشنگتن و تهران موجش یکی بشه با هم برای اینکه بتونن به یک نوع حل اختلاف برسن این که این اتفاق بیفته نمونه خیلی خوب این واکنش خیلی جالبی بود که جمهوری اسلامی در مورد کشتن سلیمانی نشون داد که الان خبرش میاد بیرون که با دولت عراق هماهنگ کردن که عراقی با آمریکایی هماهنگ بکنن که حتی یک سرباز آمریکایی هم بعد از 22 یا بیش از 22 موشک کشته از اون طرف امتیاز سازی کنن که بگن قدرت موشکی جمهوری اسلامی اینه و این در نهایت چه, ب... چه دولت ترامپ سرکار بمونه چه کار نمونه برای دوره دوم یعنی نوامبر 2020 فضا رو آماده میکنه برای اینه که بشه به یک حل اختلافی رسید و من فکر می‌کنم در اینجا در تهران هم این حل اختلاف رو تصمیم بر این هست که به دست دولت روحانی دیگه ندن بلکه به دست دولتی دیگه ای بدن کردیت اینو، امتیاز این رو به دولتی دیگه ای بدن که بتونه یک سرآغازی باشه بله اینکه در داخل در سیاست داخلی چه میگذره و به چه سناریوهایی میشه فکر کرد در ادامه برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد ولی این نکته ای که آقای گلریز گفتن رو روش مکس کنیم اینکه ایران و آمریکا در حال امتیاز سازی هستند و کشتن قاسم سلیمانی از یک سو نوع حمله ای که ایران به پایگاه آمریکایی کرد که از ابتدا خبر داد در واقع ضربه شست نشون داد بدون اینکه کار رو به جنگ بکشونه که از نظر خیلی خیلی مه. مدبرانه بود از نظر خیلی هم معنیش این بود که برای طلا خامنه ای بقای نظام مهمه مه. ولی هر دو شاید یکی باشه با. آیا این به گفته آقای گلیس نشون نمیده که دو طرف ممکنه بحران سازی بکنن ولی یه جایی پا رو از ورته پس میکشن و یک دلیلش این باشه که میرن تا یه مقطعی که امتیاز بگیرن پا رو پس میکشن که جنگ نشه این حرف آقای گوریز درست هست که عملا در یک سال گذشته یعنی خصوصا در یک سال گذشته دائما ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال محک زدن میزان تحمل یکدیگر بودن حالا شد این رو بشه اینجوری تعبیر کرد که جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر بوده و در عین حال دونالد ترامپ هم به دنبال اعمال فشار بیشتر بوده که خودش یک نوع امتیاز گرفتن باشه و در این هم هیچ گونه شکی نیست که به نظر میاد که جمهوری اسلامی حداقل با توجه به شواهدی که وجود داره حالا من بیشتر کلمه اقتضا رو براش انتخاب میکنم یا میپسندم تا تدبیر اقتضاش در این بود که در واقع جلوگیری بکنه از گسترش دامنه تنش بیشتر حداقل در این مقطع بسیار خاصه بله. اقتصادی و سیاسی و امنیتی هم در کشور و هم در منطقه من در این شکی ندارم که این فرایند فشار یا صبر استراتژیک یا امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن یا چانه زنی بر سر مسائلی که باید در موردش مذاکره بشه وجود داشته باشه یا عملا در چل سال هم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وجود داشته ولی سؤال اصلی اینجاست آیا این اتفاقاتی که میفته میتونه بستری رو به وجود بیاره دامنه ای رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه یا راقب بکنه در مورد بعضی از مهوری مسائل سیاست خارجیش تجدید نظر بکنه من فکر میکنم که حداقل تا به امروز این شواهد وجود نداره حرف شما صد درصد درسته که در تاریخ چل ساله جمهوری اسلامی به ما ثابت شده که هر وقت که جمهوری اسلامی زیر فشارهای کلان اقتصادی یا خطر امنیتی بوده نسبت به بعضی از سیاستهای خودش تجدید نظر کرده بهترین مثالی هم که میشه آورد رسیدن به در واقع توافق برجام هست در سال 2015 که ب... من فکر میکنم یک اجماعی وجود داره بین کارشناسان که عملا ناشی از فشارهای اقتصادی دولت آقای اوباما و جامعه جهانی بود اما رسیدن به اون توافق در مورد برنامه های هسته جمهوری اسلامی ربط حداقل مستقیمی به این مسائل مهوری و بنیادی که من بهش اشاره کردم نداشت زمانی که آقای روحانی موفق شد که در واقع به این توافق برجام برسه رفت گفت شاید ما بتونیم برجام دو برجام سه برجام چارم داشته باشیم و اونجا ما دقیقا مواجه شدیم به واکنش تندروها و واکنش شخص آقای خامنه ای که مخالف این بودن آقای یک بیان موانع پیش رو همینی که آقای شاهی گفتن که یه گروه های قدرتمندی هستند که مانع میشن هم در ایران هم در آمریکا. یه بیان دیگرش هم این است که خصومت ها چنان ریشه دار هستند که به عواملی برای سیاست روز تبدیل شدن همجوری که در این فصل آخر خصومت ها دیدیم و من توی مقدمه اشاره کردم در پی کشتن قاسم سلیمانی دوباره اشاره شد به 28 مرداد از جانبی مقام ایرانی اشاره شد به خیلی چیزای دیگه از جانب دیگه پرزیدنت ترامپ اشاره کرد به گروگانگیری آیا اینا نشون نمیده که این خصومت اینقدر ریشه که عامل روانی شده در گشایشی در این رابطه من شک دارم که این واقعا ریشه ای باشه اه ببینید آیت خمینی در 16 سال پیش از انقلاب اسلامی با دو رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات یعنی کندی و کارتل در روابط داشت رابطه داشت جیمی, حتی کارتر. آم... جیمی کارتر, و رابطه داشت پیام میداد و حتی مطرح میکرد که ما منافع آمریکا رو بهش واقف هستیم با اینکه با با شاه در حال جنگ بود میدونی در اون سخنرانی معروفش ازای عمومی اعلام کرد برای اینه که چرا حق تساوی حقوقی زن و مرد رو شاه با انقلاب سفید اجرا کرده یعنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش هم بعد از انقلاب در یک مکاتبه مطرح میکنه که آقای خمینی این مرگ بر آمریکا گفتن ها اینا همه یعنی تاکتیکی هست اینا ریشه ای نیست یعنی کسی که بیشترین این سر و صدا میکرد برای مخالفت با جمهوری با آمریکا عملا به صورت تاکتیکی بهش نگاه میکرد از نظر تاریخی چون شما گفتید ریشه ای یعنی میخوام بگم که اول صحبت خمینی و دوروبری های انقلابیون کاملا تاکتیکی بوده برای اینکه بتونن حکومت شاه رو به کمک کارتر ساخت بکنن صحبت بعدی ریشه ای. شما به صورت ریشه ای که نگاه میکنید از صورت تاریخی نگاه بکنید. یعنی از زمان امیر کبیر که با آمریکا وارد اون قرارداد معروف دوستی و کشتیرانی شد تا جنگ جهانی اول کمکی که امریکا کرد تا جنگ جهانی دوم کمکی که امریکا کرد مثل وام و همچنین حمایت از استقلال ایران به خاطر انزوا طلبی خودش و برگردیم به پیمان نامه مودت ببینید جمهوری اسلامی در این چهل سال چهار بار از امریکا وارد یک دعوایی شده توسط دادگاه لاهه و هر چهار بار بر مبنای توافق نامه بوده که به خاطر دوستی ایران و آمریکا این پیمان نامه در ارزان سال و پنج منعقد شد اینا همه نشوندنده اینه که اینها ریشه نداره طبیعتا یک نسل 5 و ما داشتیم که حزب توده بخشی از کانون نویسندگان از گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در اون مقطع اتفاقا در بی بی سی من اینو خوندم حمایت کردن طبیعتا یک گروهی از روشنفکران انقلابیونی بودن که به خاطر به, گف... به گمان من نوعی از قده حقارت به خاطر اینی که ایران رو بزرگ میدیدن ولی ایران در واقعیت در اون موقع در ضعف به نظر خودشون بود در مقابل آمریکایی قدرتمند احساس میکردن که باید به نوع دیگه ای به ضد آمریکایی روی آورد یا ضد غربی بودن روی آورد این به معنی ریشه بودن این خصومت نیست چه از نظر سیاسی که خمینی رو مطرح کردم و چه از نظر تاریخی و چه از نظر اینی که من اینم بگم بعد تموم بکنم ببینید چه از نظر اینی که کابینه خیلی جالب این کابینه آقای روحانی بیشترین تعداد دکترا پی دی امریکایی رو داره در حداقل میانه شاید هم فراتر از خاورمیانه خب اینا همه نشون دهنده اینه که چیزی به نام خصومت ریشه ای وجود نداره صرفا استفاده تاکتیکی و سیاسی در کل دوران جنگ سرد به نظر می رسید که ایالات متحده صرفا به خاطر ضعیف کردن یا مورد حمله قرار دادن پایگاه های اجتماعی منعطف به کمونیسم از اسلام سیاسی حمایت می کرد و شواهد تاریخی هم که در دست رس حداقل اون مقداری که در دست رس شما یک اشاره کردید بهش نشون میده که لزوما ایالات متحده به کنشگران اسلامی در خاورمیانه در خصوصا قبل از انقلاب 57 به چشم سوء زن نگاه نمی کرد. به چشم چالش نگاه نمی کرد. بلکه در خیلی از مواقع به چشم یک فرصت نگاه میکرد برای در واقع تأمین منافع خودش ولی خب اگر که شما در مورد تاریخ رسمی صحبت میکنید یا تاریخ نگاری رسمی صحبت میکنید این یک مسئله بسیار مجزا است تاریخ نگاری رسمی به نظر من بیشتر از این که در مورد مهندسی حافظه جمعی هست بیشتر در مورد در واقع فراموشی یا مهندسی فراموشی جمعی هست یعنی این تاریخنگاری رسمی میاد به شکل گزینشی مسائلی رو انتخاب میکنه مواردی رو انتخاب میکنه یک بار معنایی سیاسی بهش میده باز تولیدش میکنه و پرورشش میده برای چیزی که در ارتباط با خصومت با آمریکا در رخ میده برای در پرورش در واقع برای توجیه مسائل اجازه بدید از این بحث بگذریم و باز به امروز برگردیم و گزینه هایی که پیش جمهوری اسلامی هست و همینطور اتفاقاتی که ممکنه در پرتو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اونجا رخ بده من یک فایل صوتی از صحبت های یکی از نظریه پردازان نزدیک به جمهوری اسلامی که توضیح میده گذینه های جمهوری اسلامی در سالی که در پیش هست رو می‌گذارم که پخش بشه و بعد از اینکه این فایل پخش شد رجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد خب با توجه به قبلی من جنبندی و سامای میدم عرض کردم شرایط به زیان جمهوری اسلامی هستش مهندسی زن تحولات به زیان جمهوری اسلامی است. از حوزه هستی تا مشکی، موشکی تا اقتصادی تا منطقی تا اندازه زیادی شرایط اصلا به نفع جمهوری اسلامی نیست بحث ترورها ها عرض کردن ممکنه افزایش پیدا کنه پرونده سوریه ممکنه اضافه بشه و در نهایت شرط فعلی میتونه به انفجار از داخل یا به یک جنگی در داخل جمهوری اسلامی استمرارش منتهی بشه ممکنه امروز نباشه سال آینده سال آیانده. نه دو سال آینده سال پنج این ولی ادامه وضع موجود قطعا به یک انفجار منتهی خواهد شد پس در نتیجه جمهوری اسلامی باید از این گزینه های در واقع مختلف از این پنج گزینه یکی رو انتخاب کنه انفجار داخل جنگ داخلی استحاله رویارویی محدود یا رویارویی همه جانبه به نظر میاد تنها گزینه‌ای که بتونه صحنه تولات رو در واقع به طور دقیقی عوض کنه و جمهوری اسلامی را از این موقعیت اره و این بمب و این کن جنزه با خارج کنه به نظر میاد یک رویاروی محدود اما هوشمندانه است که بتونه در واقع از سنخ در واقع حمله ازبالله لبنان در سال 2006 بتونه در واقع قواعد بازی رو به طور کامل به هم بزنه این صدای حادی معصومی از نظری پردازان نزدیک به جمهوری اسلامی هست که در این اینکه که همدلی داره با سیاست های جمهوری اسلامی انتباهات هایی هم داره از کانال تلگرامی منبسات صدایشون رو گرفتیم دو چیز رو در این قطعه ما میبینیم یک حس استراری بودن ورست که داره میگه که در یک سال آینده ما با گذینه های خطیری روبرو هستیم. رو هستیم دو این تفکر که برای اینکه ما به این سرنوشت هایی که توش اشاره میشه دوچار نشیم باید بازی رو تغییر بدیم تا به گفته آقای گلریز امتیاز بیشتری بتونیم بگیریم و میگه بگیر که مقابله همه جانبه که احتمالا منظورش جنگه در توان ما نیست اما مقابله محدود یک برخورد محدود اگر این نظر نظر جدی و پرطرفداری باشه در میان محافل تاثیرگذار در جمهوری اسلامی فکر میکنید به چی باید بیانجامه؟ من فکر می کنم این نظریه امتیاز گرفتن از راه مقابله محدود صرفا با استفاده کردن ابزاری از قدرت نیابتی جمهوری اسلامی هنوز یک کارت بازی هست برای رجال امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی اما در عین حال معتقدم که سیاستی که آقای ترامپ اتخاذ کرد در سوم ژانویه که منتهی شد به کشته شدن آقای سلیمانی تا اندازه ای من فکر می کنم که قاعده بازی رو تغییر داده برای جمهوری اسلامی من فکر می کنم یک اتفاق نظری بین رجال سیاسی و امنیتی ایران وجود داشت خصوصا در یک سال گذشته که دائما جمهوری اسلامی به دنبال محک زدن آستانه ی تحمل ایالات متحده بود و این نظر این بود که ایالات متحده تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید هست خصوصا یک سال قبل از انتخابات به هیچ وجه به نظر نمیاد که بخواد از یک جنگ تمام یا حتی یک جنگ محدود استقبال بکنه فکر میکرد که آقای ترامپ احتمالاً احتمالا بسنده میکنه به این فشارهای اقتصادی و امکان نداره دست به مسئلهی بزنه که از دید خیلی ها بتونه ایجاد بیصباتی بیشتر بکنه من فکر میکنم سیاست ایشون برای کشتن آقای سلیمانی یک بار دیگه این غیر قابل پیش بینی بودن ایشون رو به نظر من مطرح میکنه که سیاست گذاری رو برای رجال امنیتی جمهوری اسلامی بسیار بلد. مشکل می کنه آیا اینقدر غیر قابل پیش بینی آمریکا و به پیامد اون اینقدر دشواره برای سیاست گذاران ایرانی که بیان ببینن چی کار کنیم تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری واقعا من فکر نمی کنم آقای ترامپ خیلی غیرقابل غیر پیش بینی بوده و کارهایی که انجام داده اتفاقا نه فقط در شعارهای انتخاباتیش مطرح کرده منظورم حالا کشتن آقای سلیمانی نیستش ولی مبارزه با جمهوری اسلامی کوتاه کردن دست ایران در پنج حوزه که میدونید اصل مناقشه امروزی واشینگتن و تهران سر این پنج حوزه است موشکی هسته‌ای برنامه های تروریسم شیعی در منطقه گروگان های غربی و موضوع امنیت اسرائیل در مورد این پنج حوزه است یعنی آینده ای هم که بخواد به توافقی برسه چه با این رژیم چه امیدوارم که این رژیم هر چه زودتر بره کنار توسط مبارزات مردم توسط یک حکومت دولت ملت دموکراتیک برای حل اختراف بعد برای این پنج حوزه یک رای حلی پیدا کرد واقعا سیاست ترامپ که ما به جنگ نمیریم ولی تحریم هم رفت نمی کنیم. این سیاست پایداره در سمت دیگه هم میشه این رو دید سیاست اینکه که نه جنگ میکنیم نه مذاکره این سیاست ها پایدارن کلید به نظر من پاسخ به پرسش مهم شما واکنشیه که جمهوری اسلامی نسبت به قتل سلیمانی نشون داد یعنی این ارکستری رو که اینها راه انداختند از اون موقعی که تماس های غیر مستقیم با عراق گرفتن که عراقی ها به آمریکایی‌ها خبر بدن که بتونن به سنگرهاشون برند و تا توییت هایی که اگه یادتون باشه آقای چون من اون شب بیدار بودم تا صبح چه آقای خامنه ای زدن چه آقای ترامپ زدن در واکنش به هم بعد نامه ای که ظریف به سفارت سوئیس برد برای اینه که بگه ما واکنش خودمون رو نشون دادیم و تموم شد گفت کامپلیت یعنی تمام شد تمام شد همه دارد. اینا نشون اینه که همونجور که قبلا خدمتتون عرض کردم این صحبتی هم که شما پخش کردین اتفاقا به گمان من در تایید حرف من هست به این علت که ایران به دنبال اینه که خیلی هوشمندانه بتونه امتیاز سازی بکنه برای اون مادامی که مطمئن بشه دولت آینده کی هست دولت آینده امریکا, آمریکا. در این حال هم در داخل ایران بتونه مشکلات خودش رو از نظر سیاسی درونی بتونه حل بکنه فاکتوری که اینجا آقای کریمی به نظر من بعد حاز اهمیت باشه فاکتور مردم ایرانه ببینید مردم ایران نسبت به توافق برجام نسبت به قطنامه 598 نسبت به مناقشه گروگان های اوایل انقلاب الان تفاوت واقعا وجود داره مردم ایران به یک آگاهی رسیدن در مقابل ترس و سرکوب جمهوری اسلامی و این فاکتور مردم با در نظر گرفتن زرافتی که کاخ سفید برعکس خیلی از منتقدانش در حمایت لفظی و عملی نشون میده در مقابله با دخالتی رو که اتفاقا نشون نمیده نمونهش این خبری که اومد بیرون که 6 تا از سازمان های سیاسی رو های آمریکایی اجازه ندارن اگه دیده باشید اجازه ندارن باشون ارتباط بگیرن یعنی تمام نقاط ضعفی رو که قبلا وجود داشت برای اینه که جمهوری اسلامی بگه آمریکا به دنبال تغییر رژیمه رژیم رفت کرده فکر میکنی. رفت کرده و اینو تبدیل میکنه به نیروی مردم و اعتراضات مردم رو تبدیل میکنه به نیروی برای اینه که بتونه این امتیاز سازی رو در آینده بتونه در دست بگیره فرمایشات شما متین اما من فکر میکنم ما به گفتمان قالب سیاسی آقای خامنه ای نگاه بکنیم فراموش نکنیم که چند هفته پیش ایشون تصمیم گرفتن که بعد از هشت سال در نماز جمعه شرکت بکنند این انتظار وجود داشت که این یک نقطه عطفی به وجود بیاره در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده یا مسئله مهمی مطرح بشه یا یک فصل جدیدی رو به وجود بیاره اما خب دیدیم که عملا مسائلی که ایشون بهش اشاره کردن همان تکرار مکررات مسائلی بود از جمله مقاومت و ایستادگی که در چند سال گذشته ما مکررن از ایشون آقای شن... میگه که جمهوری اسلامی داره امتیاز سازی میکنه برای بعد از این انتخابات آمریکا که در پیش روه اتفاقا صحبت آقای خامنه ای در مورد اینی که هدف ما شما حساب بکنید شخص دوم جمهوری اسلامی کشته میشه توسط آمریکا بله. واکنششون چی بود سمبولیک در این حال مهم برای امتیاز سازی به علاوه این, این بیشتر صحبت ای هست تا در واقع تلاشی برای گرفتن امتیاز بیشتر چون من... این من کاری ندارم این اسلامی به هیچ وجه توانای نظامی و سیاسی و امنیتی این را نداشت م... که وارد یک جنگ تمام بشه با ایالات متحده موافقم ولی من کاری به این ندارم که اختزا بود یا نبود ولی به هر حال عمل کار اینه که نتیجه کار اینه که واکنشی که نشون دادن در حد و اندازه خود حتی خامنه این رو هم مطرح کرد یادتون باشه در گفتش که این واکنش ما یک سیلی بود ولی اصل موضوع همون چیزیه که اتفاقا از زمان دولت اوباما آمریکا از خبر میانه میخواد یعنی چی یعنی هر دو سر یک موضوعی با هم دارن یک حرف رو میزنن یکی اینکه خامنه ای مذاکرات در آینده رو منکرش نشد توافق رو منکرش نشد به علاوه اینه که گفتش که ما به دنبال این هستیم که آمریکا از خبر میانه خارج بشه این خارج شدن آمریکا از خاور میانه اتفاقا راهبرد خاور میانه ای از زمان اوباما تا آقای ترامپ هست اینکه به چه شکلی خارج بشه بحث دیگه ایه مثل بلی. شمال ای 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 بزید. سوریه بزید بزید. حالا قرائت من از مسائل به شکلی متفاوته من هیچ گونه شواهد زمینی رو نمی بینم که نشون بده تمام فشارهایی که همه نسبت بهش اشراف دارن فشارهای اقتصادی تحریمهای بسیار شکننده ترامپ اون کارتل بسیار قدرتمند سیاسی، امنیتی و اقتصادی که بهش اشاره شد در اول بحث و به شرایطی رسونده باشه که بخواد در مورد مسائل بسیار بنیادین و مهوری بخواد تجدید نظر بکنه. آقای, در... آقای شاید همون سوالی که من از آقای گوریز پرسیدم گفتم این سیاست نجنگ نموزاکره آیا واقعا پایداره؟ شما معتقد هستید این همون سیاستی که اگر نه فقط آقای خامنه‌ای بلکه اون کارتلی که راجبش بهش صحبت می‌کنید در ایران میخواد در پیش بگیره و منافعش در اینه ولی تا کی میشه ادامه داد بخصوص که ایالات متحده مدام داره ایران رو به قولی به گوشه رینگ میبره دیگه ببین شرایط بسیار شکننده هست و بسیار ناپایدار یعنی فشارهایی که امروز روی جمهوری اسلامی اومده از در هم در حوزه امنیت هم در حوزه اقتصادی واقعا مسبوق به سابقه نبوده در چل سال گذشته اما خب ما ببینیم که طرف مقابل از جمهوری اسلامی چه میخواهد من فکر میکنم شرایط با وضعیت سالهای بین 2010 تا 2014 خیلی تغییر کرده که دنیا و خصوصا ایالات متحده متمرکز شده بود صرفا روی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی اول به هیچ وجه رقبتی برای وارد مذاکره شدن نداشت اما فشارهای اقتصادی که زیاد شد یک گردش قهرمانانه صورت گرفت یک چرخش قهرمانانه صورت گرفت فقط بحث فقط مسئله هسته بود اما امروز مسائلی که به نظر میاد جمهوری اسلامی اگر که بخواد در موردش مذاکره بکنه باید روی میز باشه مرتبط هست مثلا به برنامه های دفاعی جمهوری اسلامی برنامه های موشکی جمهوری اسلامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال گروه های مثل الله ها این لیست در... به نظر شما چنان طویله که ممکنه جمهوری اسلامی اصلا ببینه که نمیتونه بده به اینها تا الان هم مگر در مورد قدنامه 598 مگر در مورد موضوعی به نام برجام برنامه هسته ای که طبق گزارشات سازمان ملل تا 2003 برنامه تسلیحاتی هسته ای بوده مگر جمهوری اسلامی میخواست که کوتاه بیاد مجبور شد و مسلحت نظام رو در این دید که این کار را انجام بده این موضوعاتی که پنج ای که من خدمتتون عرض کردم که آقای شاهی مطرح میکنن که اگر در این مورد بخواد وارد گفتگو بشه یعنی ماهیت خودش رو از دست میده من مطمئن نیستم که همه اینها باعث این بشه که بخواد ماهیت خودش رو از دست بده یا اصلا این از دست دادن ماهیت جمهوری اسلامی دقدقه آمریکا باشه اتفاقا این دقدقه جمهوری اسلامی هست ولی به نفع هم مردم ایرانه و آگاهی مردم ایران و هم امریکا به خاطر همین این مشکل خود جمهوری اسلامی باید خودش حل بکنه همونطور که آقای اوباما هم مشکل توافق برجام رو بعد با کنگره ای حل میکرد بره. که یک ماه قبلش 98 بره. به یک رای داده بود به یک قطنامه ای که اتفاقا دلیل خروج ترامپ هم همین قطنامه است آقای اتفاق... ات من فقط خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم حق با شماست یعنی فقط مسئله مسئله هویتی و ماهیتی جمهوری اسلامی نیست اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیر که یک بار دیگه یک نرمش قر... قهرمانانه بکنه نسبت مثلا به سیاست های مشکیش یا نسبت به رویکردش در قبال حزب این مناسبات قدرت درون ساختارهای جمهوری اسلامی رو تغییر میده وقتی که آقای ظریف میاد میگه حتی پس از کشتن جنرال سلیمانی ما با آمریکا مذاکره میکنیم در روزنامه اشپیگل اینا همه نشون دهنده اینه که این واکنش تنده ها هم دیدیم ب... بله،, 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 بله همین بحث, بله، بله، دید. همین بحث واکنش تنده ها رو روش متمرکز شیم یه بخش دیگه از اون صحبت هایی که بار قبل پخش کردیم رو میگذاریم این بار خیلی کوتاهتر که اتفاقا رفت داره به اینکه در داخل در سیاست داخلی چه اتفاقی باید بیفته که اون رویارویی محدود به گفته آقای معصومی عملی بشه پس ابتدا باید مواطن قدرت رو به هم زد و سپس در شرایط جدید اگر قرار مذاکره شک بگیره شکل بگیره آن هم در واقع توسط یک مجموعه ای که بیشتر از هر چیزی نگاهشون یک نگاه کاملا امنیتی باشه به پرونده و نه یک نگاه در واقع سیاسی صرف شاید سوال رو از شما بپرسم آقای شاهی اونجوری که آقای معصومی از نظری پردازان نزدیک به جمهوری اسلامی شنیدید گفت میگه که ما سعی کنیم امتیاز بگیریم با یک تقابل محدود و بعد یک پارچه مقابل خصومون بیستیم این فکر نمی کنید ممکن باشه یعنی همون کارتل نظامی اقتصادی که شما صحبتشون میکنید بیاد در واقع قوای دیگه جناهای دیگه هم عزیز کنه قوای دیگر رو بگیره ام. که یک پارچه بیسته نظر ایشون محترم اما اگر که ما به در واقع سیاست های جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در خصوصا چه ماه گذشته افتاده حتی بخوایم یک نگاه سطحی بکنیم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به دنبال این بوده که در واقع یک وحدت سیاسی و یک وحدت اجتماعی بین حاکمیت و جامعه مدنی به وجود بیاره به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملا روی کرد خودش رو در قبال مقاومت های جامعه مدنی رو بسیار سختتر کرده بسیار تندتر کرده و از اون ابزارهای سرکوبی که به نظر میاد امروز داره استفاده میکنه حتی شاید ما نتونیم مقایسش بکنیم با رویکرد جمهوری اسلامی مثلا در ده سال گذشته اما برداشت من البته که جناه دیگر رو از قدرت برونن دقیقاً دقیقاً من فکر می که منظور ایشون بیشتر در واقع یک پارچگی بیشتر ساختارهای قدرت هست و نشانه هایی وجود داره که بتونه در واقع این مسئله رو ثابت بکنه اگر که ما به این فرایند گزینش در واقع نمایندگان احتمالی مجلس رو توجهی بهش داشته باشیم میبینیم که این پروسه که به وجود اومده عملا داره هر شخصی که فاصله داره از اون نگاه و اون حوزه جهانبینی شخص آقای خامنه ای و سپاه پاسداران رو فیلتر بکنه شما همچنین برداشتی دارید آیا گمان میکنید منظور گوینده این بود که ما در داخل در سیاست داخلیمون یک پارچه بشیم دیگه یک نظام دو جناهی یک جناه جناه انتخابی یک جناه جناه انتصابی نباشه که یک پارچه مقابل دشمن بیستیم چنین چیزی میشه گفت؟ والا من واقعیتش اینه که من اصلا به این داستان یک پارچه نبودن نظام در تصمیمات استراتژیک و امنیتی اصلا معتقد نیستم به نظر من قدرت در ایران دست یک هسته اصلی هست که اینها اتفاقا خیلی هم زیاد نیست تعدادشون ولی قدرت فزاینده ای دارن بیت خامنه ای هست بخشی از بخش مهمی از فرماندهان سپاه هستند که سیاست های کلی رو اینها از نظر امنیتی و استراتژیک تصمیم میگیرند ولی آیا, 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 مثلا برجام به همین هایی که شما دارید توصیفشون میکنی تحمیل نشد به نظر من اتفاقی که افتاد این نبود که برجام تحمیل شد چون که نتیجه برجام به نفع اتفاقا همین گروه ها بود <applause> و به این علت که تونستن در خواهر میانه آقای سلیمانی تونست خیلی بیشتر با کمک های مالی که از طریق برجام به دست میاره بتونه نفوذ خودش رو در کشورهایی مثل یمن که الان داریم میبینیم که این از زمانی که برجام منعقد شد تا الان چقدر به نفع این تروریسم های شیعی بوده روی حساب این داستان یک پارچگی به نظر من از نظر آرایش موافقم که ما یه تفاوتی باید قائل بشیم از نظر آرایش نسبت به آقای روحانی در مقابل آقای رئیسی در نبود نیاز به این آرایش برای اینکه ما بخوایم یک رئیس جمهور اصلاح طلب یا اعتدال گرا داشته باشیم برای مردم راحت تر میشه اون وقت در آینده بعد از امتیاز سازی که خدمتون عرض کردم ایشون هم اشاره میکنه با آمریکا وارد گفتگوئی بشن اون هم بدون اون آرایش لازمه خب این نشون دهنده اینه که برای تصمیم گیری استراتژیک مثل همیشه یک گروه تصمیم میگرفته الان تصمیم دارن که برای آرایش این هم همون گروه رو مطرح بکنن و هم شفافتر بالاخره دولتی در رأس کار هست که از لحاظ گفتمانی حداقل میشه درش تغییرات یا تفاوت محسوسی پیدا کرد با اون گفتمان قالب مثلا سپاه پاستاران یا آقای علی خامنه‌ای همینی که آقای ظریف میره با یک روزنامه آلمانی دقیقا چند روز بعد از کشته شدن آقای قاسم سلیمانی مصاحبه میده و میگه هنوز مسئله مذاکره مطرود نشده و بعدش ما میام یک واکنش شدید و لح میبینیم از تونراهای نزدیک به آقای خامنه یا سپاه پاسداران نشون میده حداقل در بعد گفتمانیش اون یک پارچگی 100 درصد هنوز وجود نداره با شما باشه ظاهر قضیه با شما هست فی... تصمیمات اساسی و اصولی رو ما میدونیم که این در واقع قوه مقننه و دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا نقشی نداره یا اگر داره نقش بسیار محدود یا آرایشی داره اما خب باسم ما داریم یک پله جلوتر میریم من فکر میکنم با شما در این مسئله اتفاق نظر دارم و به نظر میاد که جمهوری اسلامی میخواد حتی این شبه تکثوری هم که در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره رو تضعیف بکنه یا به شکلی از بین ببره آیا این از بین بردن شبه تکسور یا میشه گفته از بین بردن این صداهای متفاوت در حوزه سیاست خارجی آیا... نتیجه مستقیم نوع رویارویی آمریکا با ایران نبوده یعنی خیلی هم میگن که سیاست های ترامپ عملا ایران رو به سمت بیش از پیش میلیتاریزه شدن میبره و دستگاه های انتخاباتی دستگاه یا قوه انتخابی و مجری این هم در اختیار کسایی قرار خواهد گرفت که هیچ رفتی به جامعه مدنی ندارن من بار پیش در مورد یکی از این فیلم های سینمایی صحبت کردم آقای الپاچینو یک فیلمی داره به نام دونی براسکو در اینجا دنبال اینه که بتونه یک حلقه ای رو بفروشه و وقتی که اینو مطرح میکنه الماس طرف مقابلش که با هم فیلم رو انجام میدن میگه که این واقعا یک حلقه بدل و از واژه استفاده میکنه فوگازی واقعا این داستان چند تکسر در جمهوری اسلامی اگر از فضای لفظی بخوایم کنار ببریم و سیاسی بهش نگاه میکنیم یه فوگازیه یعنی واقعا یه آرایش شبه آرایشی که صرفا برای اینه که بتونن به دنیای بیرون و مردم ایران بفروشند ولی از دو سال پیش این به مردم ایران فروختنش خیلی کار سختیه و سیاست های ترامپ پرسش شما نشون داد به نظر من که من حدود یک سال نیم پیشم خدمتون بودم که برعکس اون چیزی که میگفتن و میگن که تأثیری نداره در جمهوری اسلامی اتفاقا تأثیرات خودش رو داره میگذاره آیا این و تأثیرات این نیست همینه. که یک کاسه بشه و ملیتاریزه و نظامی و یک چهره کاملا نظامی به خودش بگیرسی من, من مطمئن داخلی ایران مطمئن... من مطمئن نیستم که یک پارچه بشه به معنی اینی که نظامی بشه مطمئن نیستم که خیلی رادیکالتر بشه از نظر روابط اجتماعی که وجود داره ولی برای تصمیم گیری وقتی که روحانی در مورد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در مورد بالا رفتن پول بنزین قیمت بنزین مطرح میکنه که من خبر نداشتم یا واقعیت یا دروغ من به این کاری ندارم ولی این نشون دهنده اینه که اصلا خبر نداشته از این اتفاق یعنی تصمیم در جای دیگری گرفته میشه و آرایشی که در آینده ممکنه برای اون ارتباطاتی که با آمریکا لازمه یه رسیدن به یک توافق هست انجام بشه اینه که خیلی خیلی بهینه تر بتونن با طرف صحبت بکنن طرف بله. مقابل و, و دیگه لازم نباشه که با استفاده از این آرایشی که دیگه کارآمدی نداره آقای کریم بله. دیگه کارآمدی ندارن و مردم ایران هم به این نتیجه رسیدن بله. که نه این طرف نه اون طرف هر دو دیگه تموم ماجرا و این خیلی نکته مهمیه خب خیلی البته این رو میگن خیلی هم میگن که اگر کارآمدی ندارن بخشش سیاست های آمریکاست چه چیزی میشه گفت ببینید. آمریکا رو بر, بر هم زد دیگه نیست؟ چالش هایی که امروز چالش های عمیقی که امروز جمهوری اسلامی باهاش درگیر هست متعدد هست به نظر من این بی انصافیه که بگوییم فشارهای ایالات متحده بی تاثیر بوده خب طبیعتا این وضعیت بسیار وحشتناک اقتصادی که امروز مردم درگیرش هستند حداقل تا ای به خاطر های ایالات متحده است و تا اندازه زیادی هم به خاطر های مدیریتی جمهوری اسلامیه اما خب مشکلاتی که امروز جمهوری اسلامی باهاش درگیر هست همینطور که در اول برنامه بهش اشاره شد مشکلات بسیار عمیق و ساختاری هست و به نظر میاد که قسمت قابل توجهی از این قدرت هسته ای بدش نمیاد برای استمرار این شرایط تا زمانی که یک بحران وجودی برای تمامیت حاکمیت به وجود نیاد پیش از پایان برنامه من فکر کنم باید یک نگاه قابل توجه در این تخاصم رو ترک کنیم ببینم نظر هر دو مهمان خیلی خلاصه راجبش چیه بر اساس این نگاهی که من تو چند مقاله خوندم گفته میشه که آمریکا امپریالیسم جهانیه یا شما بگو قدرت برتر جهانی و ایران میخواد قدرت برتر منطقه‌ای باشه یا امپریالیسم منطقه‌ای باشه و بخصوص خصوص با تعجب اینکه آمریکا نیازی به انرژی یعنی نفت منطقه‌ای خاورمیانه نداره ممکنه به یه جایی برسه که به ایران بگه که تو امپریالیسم منطقه باش فقط به متحدان من معترض نشو یا متعرض نشو و ما به حال خودت میگذریمت و این هم رضایت بده تعرض نکنه به متحدانش در این حال حضورش رو در منطقه داشته باشه و سیاست های خودش رو اعمال بکنه چنین دورنمایی هست به خصوص که دولت ترامپ انزبا طلب به انرژی منطقه نیازی نداره براشم مهم نیست که بر سر حقوق مدنی واقعا چی میاد مهم اینه که یه متحدانی داره اون متحدان راضی باشن ازش آقای اوباما قبل از توافق برجام با نیویورک تایمز توماس فریدمن یه مصاحبه ای می میکنه که توش دکترین اوباما رو توضیح میده. در اونجا عینا همین موضوع رو مطرح میکنه و اعتقاد داره که ما در آینده میتونیم توازن قوایی رو به وجود بیاریم در خبر میانه با توافق برجام از یک طرف و فروختن اسلحه به عربستان از یک طرف و حمایت از اسرائیل از طرف دیگه که این سپایه بتونن خبر میانه رو مدیریت بکنن این نگاه در حال حاضر در امریکا دیگه مطرح نیست ولی ولی این صحبتی که شما میکنید امکانپذیر هست در آینده ای که مردم ایران بتونن مثل زمان شاه چون ببینید در زمان شاه شاه تونست سیاست خارجی ایران رو به شکلی پیش ببره که ایران نقش محوری داشت در مناقشات بله. و اتفاقات داخل خاورمیانه از جمله صلحی که بین مصر و اسرائیل انجام شد سفری که به اسرائیل کرد نقشی که در عمان داشتن با با در داشت. این امکان پذیر هست ولی با جمهوری اسلامی امکان پذیر نظرتون چی خیلی کوتاه من فقط خیلی کوتاه برمیگردم به مسئله اصلی که اشاره کردم تهدید جمهوری اسلامی پدیده جمهوری اسلامی برای ایالات متحده به همون اندازه که چالش بوده یک فرصت بسیار بزرگی هم بوده این قراردادهای بسیار کلانی که صنعت دفاعی ایالات متحده با کشورهای متفاوت خاورمیانه از جمله عربستان سعودی در سالهای گذشته داشته گواه بر اینه که این یک فرصت بسیار مهم اقتصادی برای ایالات متحده است خب این معنیش است که فکر میکنید اون سناریو احتمالاً شانسی داره که آمریکا بگه در این منطقه باش تعرض نکن به متحدان من من بتونم به اینها اسلحه بفروشم به انرژی این منطقه هم نیازی ولی خب اگر با... که جمهوری اسلامی بخواد مثلا در مورد حزب تجدید نظر بکنه این ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به شکل ساختاری تغییر میده به نظر من یکی از بزرگترین موارد چالش امروز بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مسئله حزب الله و رویکردش در قبال اسرائیل هست اسرائی. و اگر که جمهوری اسلامی نخواد یا تمایل نداشته باشه که در مورد این تجدید نظر بکنه به نظر من این نظری شما محتمل نیست بسیار خوب به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از اینکه پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه افشین شاهی و دامون گلریس. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلی ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به تصویری روی اینستاگرام بی, بی فارسی هم میتونید ببینید روز شب همه شما خوش